معرفی کنیم. ما 12-13 تا آلبوم داریم در این چند سال اخیر، ما 12 تا آلبوم به بازار داریم. گروه پاپی در ایران معمولا من نمیشناسم که حتی فارسی بخونه 12 تا آلبوم در این چند سال داشته باشه. هر سال یه آلبوم حرفه‌ای دادیم بازار، یکی از این آلبوم ها و یکی از این آهنگاش این باخ باخه. خب بنابراین ثابت کردیم که آقا هر کسی کنسرت ترکی میاد مطمئنن ناراضی نمیره سال. و اینکه من میخوام در این کنسرت های آمریکا، برای من توضیح اقتصادی نداره، گروهی که از ایران داره میاد فقط هر کدومش 5 میلیون تومان پول بلیط هواپیماشه، پول ویزا و سفارت رفتن و دبی و اینا. بنابراین ما فقط سعی میکنیم در اینجا نشون بدیم که یه خانواده ایرانی میتونه به بچهش یاد بده که ما از ایران یه گروه اومده، میریم نگاه میکنیم یک بار دو بار، اگه خوشت نیومد دیگه نمیاریم. من اصلا بعدم میاد یکی میگه آقا ما ترکی میایم ولی بچه‌هامون دوست ندارن. چرا دوست ندارن؟ تو باید یه جورایی بیاری. و حتی همسر، اگه خانواده از همسر آمریکایی داره، من قول میدم از همین تلویزیون بهشون قول میدم که بیارن، مطمئنم برای اونام خوش میذاره. چون دیدیم در اروپا، دیدیم در کانادا، دیدیم همینجا هم دیدیم که آمریکایی اومده سالن و رفتنی چقدر خوشحال بوده که به به. بریم یه قسمتی از برنامه کنسرت شما رو ببینیم رحیم خان، رو برگردیم. Sudan gelen Çok incidir Seni ha. Bir dakika saplay bana Kuzeni elinden Allah بسیارم زیبا، بسیارم زیبا. شما کارتون رو 14-15 سال پیش فرمودید شروع کردید، درسته؟ این گروه آراز رو، این گروه آراز بله. رو من از بچگی، چون خانوادم از جمهوری آذربایجان مهاجرت کردم به ایران، طبع موسیقی در خانواده ما موروثی هست. بله. و من از بچگی هم خوندم، هم سرود خوندم، هم قرآن خوندم، هم آهنگ فولکلور خوندم، چون من بچه انقلاب و جنگم دیگه. بله. اون زمان اول انقلاب موسیقی نبود، کنسرتی نبود. بله. همه ما در همین آموزشگاه کوچیک و خونه ها ساز میزدیم، میخوندیم و در مدارس هم به هر حال همین سرود و اینا میخوندیم. ولی بعد از سال تقریبا 1367 اومدم به عرصه موسیقی به صورت حرفه‌ای. بله. 67 الان 94 چقدر میشه؟ 94 17 ساله بیشتر باید باشه، 30 خورده ای سال تکنم 67 و 94 27 سال حرفه ای کار میکنم و کنسرت هم در اکثر شهر ایران بوده و اروپا و کانادا و بعد پنجمین تورمه که اومدم آمریکا. بله، چقدرم عالی. پیشکسوتی که خیلی براتون در واقع مطرح بود که بخواید خودتون رو نزدیک به اون ببینید وقتی که خیلی کوچکتر و جوانتر بودید. بله.
برای ساز برای گارمون بیشتر دوست داشتم مثل استاد رحمان اسداللهی بزنم. بله. بعد برای خوانندگی دوست داشتم که یا رشید بهبودوف مدلی بخونم یا اینکه واقف اسدوفی در باکو زندگی میکنه، اونم هم استاد گارمون منه و یعنی هم آکاردون گارمون بله. برام یاد داده، هم خوانندگیشو یعنی خوانندگیمو بیشترم به صورت حرفه‌ای رو مدیونشون میدونم که چون در ایران کسی نبود که هم ساز بزنه هم بخونه. یه ذره سخته بله. چون حساب کنید 17 کیلو 20 کیلو ساز رو سینته و بله. میخوای با از دیافراگم استفاده کنی بخونی سخت. بله. هم اون خیلی قشنگ و من پرسیدم گفت که جذبه عشق باشه بله. اصلا این چیه؟ تو میتونی کیسه سیمانم بگیری دست بخونی ولی این ساز که مثل بچه خودمون اونقدر نزدیک به قلبمونه و این مخصوصا ساز گارمون به اصطلاح ایرانی آکاردیون میگن ولی گارمون یک صدای حزن و قشنگی داره که بسیار. اصلا آدمو وادار میکنه که باید بخونی اصلا چقدر عالی بسیارم به زبون آذری روز یلدا رو شب یلدا رو برای هموطنان عزیزمون دلتون بخواد که تبریک بگه. حتما اول برنامه از استاد شهریار شعر گفتم چون همیشه وقتی فال حافظ رو میبینیم شاعر معاصر استاد شهریار هم میتونیم یاد کنیم با افتخار. سیله جزانیز مبارک olsun انشالله که هر گیر دستیز الله جانوزو ساق الاسین. من یورایم سیزنندی و امیدوارم که سیزین سیز ایرانların بیر بالاجه گردشی بالاجه اغلی امریکا کنسرتلرین yetirəm o mərhələyə ki deyələqə fəqət konsert konsertə Azərbaycanı gecəniz gözəl olsun gecəniz mübarək olsun mən gəlmişəm sizə qona çeyran mənə bax bax maran mənə bax bax pişir mənə bir qayqanaq çeydan mələn bax maral mələ bax bax xumar aldım xumar kətan köynə Bəldi gümüş gördüm bir hal aldım balam mənə inşallah ki həmişə salamat başı şəvə yəldə bər həmə əzizən mübarək başan şənbe dövüm janbiyə fərmoş nəkənid in نقدی بود فعلا تا شنبه دوم ژانویه 3 ساعت 4 ساعت در کنار خانواده در ایرواین برید و لذت آهنگ‌های آذری رو ببرید. باید برن آذریای عزیز باید بیان و حتما واقعا ساپورت بکنن. 10-15% بلیط ها مونده. من خوشحالم که بگم که اومده بودم که تبلیغ نکنیم بیان بلیط بخریم. فقط میتونیم بعدا فیلمش رو ببینیم. اون عرق و اون حسی که در آدم به وجود میاد به خصوص اگر که واقعا اینقدر از نزدیک یکی مسافر از ایران اومده واقعا خیلی خیلی جای قدردانی داره و امیدوارم که سالانتون پر بشه و امیده خدا. اینجا با دست پر برگردید برای ایران. امید خدا. امید خدا و همه شما عزیزان رو شنبه دوم ژانویه می‌بینیم. رحیم شهریاری از جمله هنرمندانی هست که 3-4 ساعت زنده و لایو براتون میخونه. اگر آهنگ درخواستی هم داشته باشید داد بزنید براتون حتما میخونه. رحیم جان زنده شب یلدا مبارک باشه. مرسی از اینکه محبت کردی اومدی و مرسی از شما. ممنون همه بینندگان محترم شبکه ITN امیدوارم که همیشه شاد و خرم باشید. زنده باشید. رفیق دینا بحبه. سلام ما رو برسونید. حتما. نمایشگاه تهران می‌بینم. ان شاء الله. Yarın mellek süp geldi bay bala Onu ben, beni onunla barıştırdım
شکرینی با لیلیون سماور ها لیلیون شکرینی با لیلیون گلر منم از یارم رای بالا اخوم اینی یا لیلیون گلر منم از یارم رای بالا اخوم اینی یا لیلیون هلوی چار نگران چار کمان چار 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 اینا Azerbaycan یه سریه دیشبم اومده بودن سانس قبلی هم بودن